همیانان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم و گفتاری رو در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانه ورود دهه 60 ها به بازار کار خدمتون ارائه میدم. همونطور که میدونید ما در دهه 60 خورشیدی، یعنی بین 1360 تا 70 به طور کلی اگر بخوایم اون دهه رو در نظر بگیریم، شاهد افزایش بی سابقه زاد و ولد بودیم که در بعضی از سالها تا مرز 3% رسید و دلیل اون هم به طور عمده نبود سیاست‌های روشن تنظیم خانواده بود در درجه اول، و بعد هم مسئله جنگ بود که تلفات بسیار بالای جنگ این تصور رو به وجود آورده بود، با توجه به اینکه چشمانداز جمهوری اسلامی یک چشمانداز بسیار دراز مدت بود برای ادامه جنگ، اینکه ما به نیروی انسانی احتیاج خواهیم داشت در 10-20 سال آینده و بنابراین باید از الان سربازان 20-30 سال آینده جنگ رو تامین بکنیم، و با این رویا قبل از اینکه خمینی جام زهر رو سر بکشه پیش رفته بودن و اجازه داده بودن که خانواده ها با در واقع میزان بالایی از زاد و ولد در جامعه حضور داشته باشن و هیچ گونه سیاست خاصی بر به اصطلاح مسئله میزان افزایش جمعیت اعمال نمی شدش. اما زمانی که در 1368 جنگ ضد مردمی به پایان رسید و دولت جمهوری اسلامی متوجه شکست مفتزهانه خودش شد، دیگه قدری دیر شده بود برای اینکه بشه واقعا این مسئله افزایش 3% زاد و ولد رو کنترل کردش، و به همین دلیله که این میزان ادامه پیدا کرد و تمام تلاشایی که بعد از پایان جنگ آغاز شد عملا در تقریبا اواسط دهه 70 خورشیدی بود که منجر به نوعی کنترل شد و عملا ما رفتیم به سمت اینکه زاد و ولدی حول محور 1.5% رو داشته باشیم که تا الان هم با حدود 1.3% ادامه داره. اما آثار و عوارض این اتفاق در دهه 60 در 20 سال گذشته چندان خودش رو نشون نداده بود در سطح عمومی و به عنوان مسئله اجتماعی. مسئله اصلی که ما داشتیم در دهه 70 بود که اگر خاطرتون باشه بسیاری از مدارس به قدری شلوغ بود به خاطر اینکه بچه‌های دهه 60 وارد مدارس شده بودن، مدارس ابتدایی، راهنمایی، این مدارس بسیار شلوغ بود، سنوبته شده بود، در هر میزی 4-5 نفر میشونن که به هر حال به دلیل اینکه هیچ گونه سرمایه گذاری نشده بود برای رشد و توسعه مدارس جدید و میخواستن با همون امکانات سابق این جمعیت روزافزون رو جا بدن، لذا کلاس های بسیار شلوغی رو ما شاهد بودیم در اون دهه داشتیم. مسائل بسیار عمده مربوط به شیر خشک، حتی مسئله پوشک بچه ها در دهه 60 و تقریبا میشه گفت دوره آخرش مسئله آفرین بود و پیدا کردن اونها کار راحتی نبود و این مسئله حتی در دهه 70 هم ادامه داشتش. اما این بچه ها بزرگ شدن و الان در سال 1390 که داریم صحبت میکنیم اونها بین 20 تا 30 سال دارن و بنابراین بچه هایی هستن که دارن به تدریج وارد صحنه جامعه میشن به صورت روزافزون، یعنی سال به سال بیشتر. یکی از دلایلی که سبب به تعویق افتادن حضور این دهه 60 ها در بازار کار و لذا تبدیل شدن به بحران اصلی نظام جمهوری اسلامی شد، مسئله گسترش بادکنکی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی بود که به قیمت قربانی کردن کیفیت اینا سعی کردند که فقط از لحاظ کمی دانشگاه ها رو زیاد بکنن
تا این بچه های دهه شصتی به بهانه های مختلف برن در دانشگاه از طریق کنکورهای دانشگاه دولتی یا پرداخت پول در دانشگاه آزاد و همچنین سیستم های مندرآوردی فاقد هر گونه کیفیت مثل دانشگاه های از راه دور و اینها، اینا رو یه چند سالی تونستن این موجی رو که قرار بود به اصطلاح بازار کار برسه اینو به تأخیر بندازنش. یعنی بچه هایی که به طور مثال در سال 65 به دنیا آمده بودن در سال 83 رسیدن به سنی که دیپلم گرفتن و بعد به جای اینکه بیان یه دفعه تو بازار کار و ما بحرانی که راجبش صحبت خواهیم کرد رو در همون اواسط دهه 80 داشته باشیم، این یه 5-6 سالی به تأخیر افتاد و میکشونه کار رو به همین اواخر دهه 80 و سال 90 که درش هستیم، یعنی ابتدای دهه 90. معناش چیه؟ معناش این هستش که فردی که در سال 83-84 دیپلمشو گرفت به جای ورود بلافصل به بازار کار رفت در دانشگاه و در دانشگاه دقت داشته باشیم حداقل 2 سال، 3 سال، 4 سال برای گرفتن یک لیسانس میمونن، درس میخونن بچه ها و بعد دیدیم که چه گسترش بی سابقه ای واقعا دوره های عرض میکنم همچنان فاقد استانداردهای بین‌المللی در زمینه کارشناسی ارشد فوق لیسانس و حتی رشد بادکنکی به اصطلاح دوره های دکترا، بازم برای سرگرم کردن بخشی از این نیروها برای اشتغال اونها در دانشگاه به درس و بحث و تحقیق و پژوهش و اینا که مبادا اینا به عنوان نیروی فعال کار به بازار برسن. اما حاصل این مسئله چی شد؟ حاصلش این شد که یه قدری اون ورود سیلاسای دهه 60 به بازار کار به تأخیر افتاد، ولی در عوض الان این اثر خونسا شده. یعنی اونا رفتن تو دانشگاه یه 4-5-6-7-8 سالی رو هم دانشگاه گذروندن و حالا به عنوان جوان بیکار و فارغ التحصیل اومدن در صحنه اقتصادی و این نکته ای هستش که شروع کرده در همین سال 90 به آثار و عوارض خودش رو بروز دادن و آمار و ارقام حکایت از این داره که وضعیت بسیار وخیم خواهد بود. چرا؟ چون این گلوله برف دهه 60 ها به صورت یک بهمن وارد بازار کار داره میشه. اونطور که مشخصه در سال 90-91 اتفاقات مهمی در این عرصه آغاز خواهد شد، کلید خواهد خورد. یکی از اونها این استش که نرخ بیکاری که داره پیش بینی میشه برای سال 90 در واقع به صورت رسمی، یعنی با آماری که آمار خود دولت و ما میدونیم که بر اساس آمار دولت هر کس که روز 1 ساعت فقط کار بکنه به عنوان کسی که شاغله شناخته میشه، در حالی که ما میدونیم استاندارد بین‌المللی اینه که فرد باید 33 تا 44 ساعت در هفته حداقل کار بکنه تا به عنوان شاغل شناخته بشه. دولت جمهوری اسلامی این رسونده به 1 ساعت، یعنی اگر کسی به قول اونها 7 ساعت در هفته کار بکنه دیگه شاغله، اون جزء از آمار بیکاری در میارن. آمار رسمی بیکاری با این تعریف مسخره‌ای که دولت جمهوری اسلامی داده رسیده به چیزی برای سال 90 به بالای 14%، 14.1%. و حالا شما تصور بکنید با همین ریتم پیش بینی میشه که سال آینده این رقم به بالای 15% میرسه، یعنی باز هم جمعیت میلیونی که میادش اضافه میشه به بازار کار. دقت داشته باشید در حال حاضر میزان بیکاری رو اگر تخمین بزنیم به طور رسمی 15%، 14-15% بر اساس این آمار، در حالی که ما میدونیم که به طور واقعی اگر بخوایم نگاه بکنیم تقریبا میشه گفت 25% از نیروی کار ایرانیان، یعنی 1/4 به معنی واقعی کلمه بیکاره، فاقد هر گونه شغلی هستش یا اینکه در همین کارهای 1 ساعت 2 ساعت در هفته سرش گرمه. بنابراین این 25%
فقط برای اینکه همین سطح بتونه بمونه یا به قول آمار رسمی 14-15% قرار باشه بمونه، دولت جمهوری اسلامی بایستی حداقل 1,200,000 شغل به وجود بیاره هر سال تا بحران بیکاری جوانانی که 17-30 سال دارن در طول 10 سال آینده شاید حل و فصل بشه. دقت بکنید 10 سال، یعنی اگر در طول 10 سال آینده یا چیزی شبیه به یه سال دو سال کمتر یا بیشتر دولت بتونه سالی 1,200,000 شغل به وجود بیاره، ما تازه میرسیم به نگه داشتن سطح بیکاری در همین حدی که هستش، چیزی از اون به معنی واقعی کلمه و به صورت کیفی کم نمیشه، همین رقم ادامه پیدا میکنه. حالا 1,200,000 شغل، هموطنان عزیز این رو دقت داشته باشید، به معنی این استش که میبایستی ما اقتصادی داشته باشیم که میزان رشدش بالای 10% باشه. چرا؟ چون طبق استانداردها برآورد میکنن که برای به وجود آوردن 100,000 شغل اقتصاد یک کشور احتیاج به 1% رشد اقتصادی داره. خب اگر قرار باشه 1,000,000 شغل ما به وجود بیاریم بایستی 10% به اصطلاح رشد اقتصادی داشته باشیم. 1,200,000 یا به قول بعضی 1,300,000 به معنی 12-13% رشد اقتصادیه. رشد اقتصادی که در حال حاضر در سراسر دنیا شما نمیتونید پیدا بکنید، حتی چینش به 8-9% با جمعیت 1,300,000,000ش مجبور بسنده بکنه برای اینکه بتونه اون حجم عظیم بیکارانی رو که هر سال به بازار میرسن به اصطلاح بهشون بپردازه. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که دولتی که اقتصاد کشورش در حال حاضر فاقد حتی 1% رشده یا چیزی دور و بر 1% رشده، در بهترین حالتش بتونه 100-150-200,000 تا شغل به وجود بیاره. تازه کلی از اینها شغلهای کاذب هستش، مثلا بعضی از منابع غیر رسمی میگن نه خیلی استخدام میکنن برای نیروهای انتظامی، برای نیروهای سرکوبگرشون. حالا چقدره من نمیدونم به طور دقیق برای اینکه هیچ آمار رسمی در این زمینه موجود نیستش، اما حتی اگر 100-200-300,000 نفر هم اونجا استخدام بکنن، یه بخشی از این نیروی 1,300,000 نفری رو که هر سال باید براش کار پیدا بشه میتونه چیز بکنه. نمیتونن نه هر سال 1,000,000 نفر استخدام بکنن در نیروهای انتظامیشون که. نتیجتاً اینم در نظر داشته باشیم که اون نیروی انتظامی چماغزن سرکوبگر آدمکش، قرار نیستش چیزی تولید بکنه، قرار نیست چیز خاصی برای جامعه به دستاوردی داشته باشه که خود اون منجر به تولید ثروت و تولید ثروت منجر به سرمایه گذاری و ایجاد کار بشه. مصرف کننده است، یه لباس تنش میکنه به عنوان بزهکار نیروی انتظامی میره وسط خیابون مردم رو کتک میزنه، به ناموس مردم تجاوز میکنه، قاچاق مواد مخدر میکنه، از دولت هم پول میگیره و بیمه میگیره و خونه و ماشین و همه چی هم باید داشته باشه. خب پس هزینه است فقط. بنابراین این جمع میلیونی بیکاری رو دست دولت هستش. و حالا نکته بسیار مهم که موضوع اصلی بحث ماست، این که در آستانه ورود بی سابقه دهه 60 ها به بازار کار داریم. دهه 60 هایی که دقت داشته باشید چند صد هزار نفر از اونا فارغ التحصیلان هر ساله دانشگاه ها هستن و چند میلیونی که به تدریج در انتظار کار بودن، حالا کم کم به سنایی میرسن که دیگه نمیتونن بیکار باشن، اگر بخوان خانواده تشکیل بدن، اگر بخوان ازدواج بکنن، آینده ای داشته باشن. در نتیجه ما شاهد هستیم بر اساس برآورد جمعیت سال 1186 تعداد کسانی که بین 15-19 سال داشتن 8,500,000 بوده و کسانی که 20-24 داشتن 9,100,000 نفر بوده و اینا 86 الان شده 90. معناش این استش که الان ما در سال 1390 چیزی نزدیک به 10,000,000 نفر در این 25-29 سالگی داریم، یعنی درست سنی که طرف درساشو خونده و مشقاشم نوشته و دیپلم دانشگاهیشم گرفته، حالا دیگه کار میخوادش، حالا میخواد بتونه یه احتمالاً ازدواجی بکنه، شغلی به دست بیاره، اتاقی اجاره بکنه، آپارتمانی چیزی، و اینا
جمع 25 تا 29 ساله ها در مقیاس 10 میلیون، یعنی به اصطلاح پرجمعیت ترین قشر سنی بالای 10 سال داره تشکیل میشه، یعنی عملا در سال 90 تشکیل شد. خب اینا کار میخوان و برای اینها، یعنی برای یه جمعیتی که بالغ بر 10 میلیون فقط 25 تا 29 ساله هاش میشه. اگر بخوایم حساب بکنیم جمعیت به اصطلاح از 15 تا 24 ساله رو، آمار بیکاری که گفتیم 14% اعلام میکنن، الان در مورد اونها 21% در مورد بچه های 15 تا 24 ساله. در مورد 15 تا 29 ساله ها 5 سال که بیشتر بکنیم میرسه به 20%، 19.1 طبق آمار رسمی. گفتیم که آمار واقعی همیشه از این بیشتر. معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا از هر 10 تا جوونی که در این سن 15 تا 29 سالگی قرار داره، طبق آمار رسمی 2 تاش بیکاره از هر 10 تاش. طبق آمار غیر رسمی چطور؟ طبق غیر آمار رسمی 1/4 بیکاره. بنابراین این نزدیک به 2 خورده‌ای در واقع بیکار هستن. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که حالا در نظر بگیریم که این مسئله برای بچه های تحصیل کرده، جوانای تحصیل کرده، بازم میتونه افزایش پیدا بکنه، یعنی درصدش بالای 20% باشه. خب این به چه معنیست؟ به معنی این استش که از این پس دولت جمهوری اسلامی میبایستی به صورت بلفور، یعنی اگر نخواد با بحران مواجه بشه، تعداد 1,200,000 تا 1,500,000 شغل به وجود بیاره. چون 1,200,000 تا 1,300,000 رو زمانی میگفتن که این دهه 60 ها هنوز نیومده بودن تو بازار کار. امروز که دارن میان، 1,500,000 شغل لازم هستش تا بتونه حجم بیکاری رو در این حدی که هستش حفظ بکنه. گفتیم که دولت جمهوری اسلامی در بهترین حالت بتونه 200-300,000 شغل به وجود بیاره، 100 تا 200 تا هم نیروی انتظامی و سرکوبگر و پاسدار و بسیجی و آدمکش به اضافه بکنه، 400-500,000 تا کار بتونه به وجود بیاره در بهترین حالت، یعنی در شرایط عادی. 1,000,000 هنوز کمه. 800,000 تا در بهترین حالتش، پایین‌ترین آمار رو بگیریم، 700,000 تا کمه. و این 700,000 نفر هر ساله، یعنی 700,000 تا امسال، 700,000 تا سال دیگه اضافه میشن، تازه به کی؟ به لشکر بیکارایی که از قبل وجود داره، این چند میلیون بیکاری که از قبل وجود داره. حالا ببینیم در این شرایط مصاحبه‌ای که جدیداً انجام شده، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر آقای به اسم محمد حسین فروزان‌مهر اومده اظهار فضل کرده که بله، دهه 60 ها دارن وارد بازار کار میشن، بسیار خوب، چی کار میخواید بکنید براشون؟ یه مقداری توضیح داده که بله، اقتصاد کشور به هر حال باید فعال بشه انشالله و کار به وجود بیاریم و اینها. اما 80-90% کل مصاحبه‌ای که کرده در مورد اینی که ما به دنبال راههایی هستیم که بتونیم یه جوری این جوانای فارغ التحصیل دهه 60 رو بفرستیم خارج، یه جوری براشون کار تو بازارهای بین المللی پیدا بکنیم. حالا اینو چرا داره میگه؟ برای اینکه میدونه چنین گرایشی تو ایران وجود داره. جوونا چون ناامید از داخل هستن، همه چشم امیدشون به خارج از کشور، بتونن یه شغلی یه جایی توی آسیا، اروپا، آمریکا، خلیج فارس یه جایی پیدا کنن، برن کار بکنن، یه پولی در بیارن. و این داره از این سوء استفاده میکنه و تمام حرفش برای اینه که بله اگر بشه اصلا چقدر عالی میشه. درست مثل اون آقایی که نشسته بود میگه بله اگر بلیت بخت آزماییمون برنده بشه چه کارها که باهاش نمیتونیم بکنیم، این همون صحبت کرده که اگر بتونیم این موج عظیم رو بفرستیم خارج که کار پیدا بکنن و اینها، بله اینا میرن و روابط بین المللی فعال میشه، کلی ارز وارد کشور میکنن، خدمات ایجاد میشه و از این داستان. حالا این حرف رو این نابغه دولت پاسدار احمدی نژاد در چه زمانی داره میذاره؟ در زمانی که اقتصاد جهانی در حال فروپاشیه، اقتصاد سرمایه‌داری جهان، یعنی کشورهایی که معمولاً کشورهای جذب نیروی کار جهان سوم هستند. کجا؟ اروپا و آمریکای شمالی. هیچ کدوم از این دو قطب اصلی مهاجرپذیر، نیروی متخصص پذیر، دیگه توانایی پذیرش نیروی متخصص ندارن، برای اینکه کمیت خودشون لنگه، برای اینکه
تا به قول معروف خرخره خودشون در بحرانن. در آمریکا نزدیک به 10 میلیون نفر بدون شغل، که در بین اونها دست کم 1/3 نیروی متخصصه، نیروی تحصیل کرده است، کشور خودشون هم هست، زبان خودشون هم هست، نمیدونم تجربه اینجا رو هم دارن، شناخت از اینجا دارن، بیکارن. حالا در نظر بگیرید که جوان تحصیل کرده در دانشگاه آزاد تربت حیدریه قرار بیادش که این شغلی رو که این آقا میتونه بگیره مثلا در شیکاگو بره اون پست رو بگیره، یا در قلب فرانسه یا آلمان اون بره این شغل رو بگیره. یعنی این توهم رو دارن برای جوان ها به وجود میارن. کاری نداشته باشیم اون یه درصد کوچکی که نمیدونم خیلی نابغن و اختراع دارن و مغزن و باهوشن و علن و بلن و اینا که این شرکت های بزرگ اونا رو برمیدارن، 99% دیگر رو چه کار میخواید بکنید؟ و لذا معنای این هموطنان عزیز یک چیزه و اون این که یک بمب تأخیری در راهه، یک بمب ساعتی به معنی واقعی کلمه، بمب اجتماعی، یک انفجار اجتماعی بزرگ در جامعه ایران در راه. ریشه های اقتصادی داره، ریشه های مدیریتی داره. کشوری که به دست جنتی و عرشبت خامنه‌ای و احمدی نژاد و یزدی و عرشبت مصباح و اینها افتاده بود، به هر حال نمیتونه بهتر از این بشه. یعنی ما انتظار بهتر از این اگر داشته باشیم، معلومه که اینا رو خیلی دست بالا گرفتیم. همینه، پاسدار و بازاری و آخوند وقتی یک کشوری رو به دست بگیرن، با عظمت ایران، با پیچیدگی ایران، بعد از اینکه میچاپنش و غارت میکنن و نفت و گاز و ارشوات هر چی که داره رو، طلا و غیر و ذالکشو میدن بیرون، آثار تاریخیشو تیکه تیکه میکنن، قاچاق میفرستن بیرون، نمیدونم سکس و دختر و زنش هم صادر میکنن و نیروهای متخصصش هم 200,000 تا 200,000 تا هر سال میفرستن بیرون و اینها، در نهایت میرسن به کجا؟ میرسن به اینجا که یک موج میلیونی متولدین دهه 60 دارن میرسن تو بازار کار، کار میخوان، 1,500,000 چه بسا بیشتر هر سال کار احتیاجه، و دولت 300-400 در بهترین حالت 500,000 تا که شامل گفتیم 200,000-300,000 استخدام برای نیروهای سرکوبگرش هستش رو شامل میشه. یعنی جوان تحصیل کرده ما باید بره چماغزن نیروی انتظامی بشه مثلا. این وضعیتیه که ساختن برای کشور. و این هموطنان عزیز بدونید که با توجه به وضعیت کلی اقتصاد ایران، با توجه به فاجعه اجتماعی، من در چون وقت کم هستش نمیتونم به ابعاد دیگر این حضور دهه 60 ها بپردازم، اما شما فقط بدونید که پیش بینی میشه در زمینه مسکن ما در سال 91 شاهد آغاز یک بحران جدی در این عرصه خواهیم بود. چرا؟ چون همین دهه 60 ها میرسن به سن و سالی که از سال 91 به اون طرف بیشترین حد ازدواج ها در تاریخ چند ده ساله گذشته ایران رو ما در سال 91 خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی بالای 1,500,000 ازدواج، 1,500,000 زوجی که به خونه احتیاج دارن، خونه این وجود نداره. اما این مسکن مهر که میبینیم حد اکثر دارن چیز میکنن، بتونه چند صد هزار تا از اینو جواب بده. تازه اگر پولی پیدا بشه که بتونن پروژه ها رو کامل بکنن، پروژه ساختن این ساختمان‌های قلابی مهر رو با استانداردهای واقعا پایین و زیر استاندارد. بنابراین بحران مسکن هم خواهد بود، بحران جمعیت، بحران تغذیه، بحران مسکن، کار و آشوب‌های اجتماعی ناشی از اون آغاز خواهد شد. پس بدونید هموطنان عزیز، جمهوری اسلامی میتونه بازم صد هزار استخدام بکنه، لباس نیروی انتظامی تنشون بکنه، بندازه به جون مردم تو خیابونا، کارها رو میتونه بکنه، میتونه کهریزک را بندازه، اعدام بکنه، بکشه، ساتلایت ها رو پایین بکشه و غیر ازاله کنه، یه چند ماهی باز میتونه با این چیزا سرگرم باشه. اما بمب تأخیری در انتظاره، تیک تیک داره میکنه. و این وقتی منفجر بشه میدونید یعنی چی؟ یعنی میلیون ها نفر گرسنه، فقیر، بی خانمان در خیابان ها. تصورشو بکنید.
یعنی شما نمیتونید حتی با سلامت و امنیت برید یک نون از نونوایی خریداری بکنید و برگردید. برای اینکه انقدر گرسنه تو خیابون خواهد بود که میریزن تیک پارتون میکنن که اون نون از چنگتون در بیاره. این آینده کشوری است که جمهوری اسلامی برای ما تدارک دیده. و مطمئن باشید اون زمان زمانی خواهد بود که نه کشتار، نه سرکوب، نه اعدام، نه هیچ کدوم از این ابزارها دیگه موثر نخواهد بود. مردم در خیابون خواهند بود. بخشی از مردم در خیابان خواهند بود. این قابل پیش بینی است هموطنان عزیز. با کاهش درآمدهای جمهوری اسلامی که همین پول بخور و نمیر رو راه انداخته به اسم یارانه ها که خواهد رسید به جایی که در پرداخت یارانه ها با مشکل مواجه بشه. از اون طرف افزایش قیمت ها یعنی تورم افسار گسیخته که دیگه هیچ کس کنترلش نمیکنه. از این سو بی ارزش شدن پول ایران ریال در مقابل دلار در مقابل طلا، مجموعه اینا رو در نظر بگیرید و حالا تصور بکنید که این سیل بهمن به قول بعضیا بزرگ دهه 60 ها هم در راه. شما ببینید برای 90 91 92 چه آینده قابل پیش بینی هستش. اما من در پایان بحثم و برای نتیجه گیری این نکته رو میخوام بگم هموطنان عزیز، کشور ما ثروت بسیار داره. مشکل این مسئله اینه که مشکل عمده جامعه ما اینه که ثروت در اختیار یه اقلیت کوچکی، 5-10% از جامعه ایران 80% ثروت رو در اختیار گرفتن. 90% از جامعه ایران فقط حق حد اکثر 20% داره، اونم تازه با یه توزیع بسیار ناعادلانه از اون بالا تا پایین. نزدیک به 20 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق داره زندگی میکنه. این بینندگان عزیز جامعه ای نیستش که دووم بیاره. یعنی چی؟ یعنی ما داریم میریم به سمتی که تمام این داستانای جنبش سبز و قرمز و آبی و غیر و زالک جز خاطره‌ای در تاریخ بیش نخواهند بود. آنچه که خواهد بود یک جامعه کاملا نابسامان، آشفته و دچار آشوب‌های جدی هستش به دلیل این مدیریتی که حاکم شده. جمهوری اسلامی در اون حالت دو راه بیشتر نخواهد داشت. یا بایستی مثل شرایط کنونی سوریه تانک‌ها رو بیاره تو خیابون و هزار هزار از مردم بکشه، که خب این کار 1-2-3 ماهه حد اکثر تا قبل از اینکه مردم اینا رو تیک پاره بکنن، یا اینکه میبایستی فرار بکنه، تسلیم بشه، به قول معروف فرار برقرار ترجیح بده، چون میدونه اگر گیر بیفته تیک پاره میشن. و فراموش نکنیم من وطنان عزیز، الان یک موج عظیمی به راه افتاده از سرمایه‌دارانی که دارن به هر قیمت که شده و به هر طریق که شده راه پیدا میکنن برای اینکه بتونن اقامت کشورهای خارجی رو بگیرن. شما یک نگاهی بکنید فقط به آگهی‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای، تلویزیون‌های فارسی زبان، تقریبا میشه گفت از هر دو آگهی یک آگهی مربوط به دفاتر حقوقی و وکلا و غیر و ذالک هستش که پولای کلون میگیرن برای اینکه کار اقامت شما رو در امریکا، در کانادا، در استرالیا و یا در اروپا درست بکنن. پولای بالای 500 هزار دلار باید خرج کردش برای اینکه بشه اقامت گرفتش. و شما نگاه بکنید موجی است که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. خب چه خبره؟ چرا این 5 سال پیش نبود؟ چرا 10 سال پیش این چنین چیزی نبود؟ اون موقع هم که قیمتا تازه کمتر هم بودش. چرا اون موقع سرمایه‌دارای ایرانی تلاش نمی‌کردن که بیان خارج؟ یا اگه می‌خواستن بیان انقدر اینجوری موج نبودش که تمام وکلای ایرانی مقیم امریکا الان بسیج شدن برای اینکه بتونن اینها رو کاراشون رو درست بکنن اینا. برای اینکه سرمایه‌دار داخل ایران با حس غریزه طبقاتیش و اطلاعاتی که در دست داره و اون از هم پاشیدگی مدیریتی که داره میبینه در درون اقتصاد میدونه که فردا با چی مواجهه. تمام این کاخهایی که ساخته شده در مناطق شمال تهران، در مناطق خوشاب و هوا، وقتی گرسنه ها و پابرهنه ها هجوم بیارن اونجا زنده و مرده نمیشناسن. این رو سرمایه‌دارا میدونن و برای اینه که دارن تلاش میکنن زودتر
مسئله اقامتیشون رو توی امریکا و کانادا و غیر و ذالک حل و فصل بکنن، چون میدونن اون بهشتی که برای خودشون اونجا ساختن به دست ساکنان جهنم خواهد افتاد. ساکنان جهنم حاشیه نشین های جنوب شهر تهران و تبریز و اهواز و مشهد و اصفهان خواهند اومد پا برهنه ها و رحم نمی کنن و نبایدم رحم بکنن، برای اینکه 20 ساله که دارن گرسنگی می کشن، برای اینکه میلیون ها جوان دارن قربانی بیکاری میشن، برای اینکه آدم ها دارن کلیه میفروشن، بانوان شریف ایرانی دارن بدنشون رو میفروشن، خانواده های فقیر دارن بچه هاشون رو میفروشن و آینده سیاه و تلخ و شومی در انتظار این طبقه ثروتمند حاکم بر ایران هست که در برگیرنده جزئیش حکومت جمهوری اسلامی است که جارو خواهد شد و این طبقه نیز با این آینده است که بر اساس عدد و رقمی که امشب بحثش رو کردیم قابل بررسی است، قابل مشاهده است، قابل تجربه است و حس میشه. و جمله آخر من این استش که من و شما کنشگر اجتماعی و سیاسی میبایستی حواسمون باشه که شرایطی که در راه احتیاج داره به وجود جمع‌های سازمان یافته، جمع‌هایی که خودشون رو سازماندهی کردن، دید دقیق دارن، آگاهی دارن، آموزش دیدن و میدونن که در اون شرایط چه باید بکنن تا این ببخشید پتانسیل عظیم اجتماعی، این انفجار اجتماعی بتونه به بهترین نحو ممکن هدایت بشه به سوی منافع مردم ایران و به وجود آوردن شرایطی که بشه در اون دست به استقرار نهادینه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران آینده کردش. این وظیفه ماست که از حالا آگاهانه، هوشیار به فکر سازماندهی باشه. سپاسگزارم تا گفتاری دیگه.